یه روز داشتم در شبکه دو میرفتم تو، دیدم که حراست جلومو گرفت، گفت ببخشید شما نمیشه. حراست شبکه دو گفتن آقا ببخشید. گفتم بفرمایید. گفتن شما نمیتونید برید تو. گفتم چرا؟ گفتم ببخشید برای چی؟ گفتم آقا نمیشه، به ما نامه زدن این افراد دیگه ورودشون به سازمان الزامی نداره. گفتم واحد تامین نیروی انسانی نامه داده که ما به این افراد نیازی نداریم، اسم شما هم اینجا هست. آقا من دو ساله دارم اینجا کار میکنم، برو کودک نوجوان اینا برنامه زنده داشتم. گفتن اینجوری. هم لا اله الا الله چی شده با اینا؟ آقا میشه من دلیلشو بدونم؟ آقا میرم مشکل چیه؟ به هر حال منو اینجوری رها نکنین دیگه. یهو میاد جلوی منو گرفتین، گفتم بفهمین بیرون باش. یه خلاصه رفتم برای پیگیری اینه که آقا داستان چی بود. واحد تامین نیروی انسانی گفته اینا رو نمیخواد. مطمئن من دو سال دارم تقریبا رسمی کار میکنم. گفت بله دیگه منطقیه. قانع شدی دیگه دلیلش رو شما میدونین؟ گفت نه به مام گفتن. باشه کار بدی کردم؟ چیزی ازم در اومده؟ گفت نه گزارشی نبوده. گفتم خب پس مشکل چی؟ گفت اینجوری تشخیص اینطوری داده شده. ممنوع التصویر که نیستم. ممنوع التصویر که نیستم احیانا. گفتن نه. گفتم یعنی مثلا من میتونم برم کار بازیگری کنم، فعالیت یه وقت دیدی خدا خواست و ما رفتیم یه کاری بازی کردیم، سریالی چیزی. گفت نکنین بهتره. میدونین مجریای زیادی رفتن سراغ بازیگری و سابقه اجرای خودشون خراب کردن. ما مرد زدی چون ما رو میندازی بیرون، نگران سابقه ولی داستان چیه؟ من جای شما بودم این کارو نمیکردم. گفتم ببخش برای چی؟ گفت به نظرم به پشتوانه و این تاریخ اجرای شما لطمه میخوره با این کار. استاد داری ما رو اخراج میکنی، نگران رزومه‌مون هم هستی. این دیگه چیه؟ این حرف این قدیمی ها رو به خدا باید طلا کرد زد به دیوار. میگه خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری.